مهمانی که برای آخرین شب شیشه ای دعوت کردیم، بازیگر خوشچهره و دوست داشتنی سینمای ایران، نوازنده حرفه‌ای موسیقی، فارغ التحصیل در رشته مهندسی مکانیک سیالات، او رتبه 5 کنکور دانشگاه آزاد در سال 1373 بوده است. او را پولسازترین بازیگر سینمای ایران بعد از انقلاب میدانند. جوانی خوش‌چهره، پر استعداد و دوست داشتنی. تصاویری ببینید تا برگردیم با حضور خودش گفتگو رو آغاز می‌کنیم. اینجا واسه ده جای کامیون اینجا بردار به من کامیون تن ببینم. آقای حسن زاده چند دفعه باید بگم رنگا بعد انبار شماره 3 خالی بشه؟ گفتم یا نگفتم؟ بنگه چیکار میکنه؟ گفت من اون نمیخواد بگی اینا رو بعد ببری خالی کامیون تن. موقع حقوق گرفتن همتون یه روز حقوقتون دیر میشه، پدر آدمو در میاری. تا من سکته نکنم نمیفهمی نه؟ اون حسابدار صدا تو بده. میلان واسه چی نمیفرستی؟ میلان حاضره رو میزتون حاضره. بعد یه میلان تحویل من بدی. حاضره. نمیتونی کار کنی؟ میگی نمیتونم فردا تسویه حساب خداحافظ. شما عصبانی هستی؟ اینو نگاه کن. بیا ببینم اسم چیه. لباس کارت کو؟ اینو خوشش اومده. از این ور ور میذاری میذاری عمر عمر ور میذاری میذاری من. فردا ببرید تو عمر اونا رو. گوش کنین همه ببینین چی میگم. از فردا هر کی نمیتونه کار کنه تسویه حساب خداحافظ. اینجا خونه خاله نیست. محمد رضا گلزار، سلام، شب بخیر، به آخرین شب شیشه‌ای خوش آمدید. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و خدمت مردم عزیزم. خوشحالم که این فرصت در اختیار من گذاشته شده که در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید. البته روز شنبه منتظر بودیم که سر پروژه توفیق اجباری بودی و مشغول. به کجا رسید کار؟ کار الان دیگه نیمه رو رد کرده. من باز باید عذرخواهی کنم از مردم اگر منتظر بودن، برای اینکه ما هم شبکار هستیم، همین که اون شب خاص رو خارج از تهران کار میکردیم. نزدیکه شاید 300 هزار تا ما پیام کوتاه داشتیم که آقا چرا گفتیم محمد رضا گلزار میاد و نیومد، ولی امشب در آخرین شب برنامه‌مون میزبانش هستیم و امیدواریم شب خوبی باشه. در خدمت. من میخوام اول نظرسنجیمون رو، سوالش رو مطرح بکنیم تا ببینیم چقدر به کارهای شما رأی خواهند داد، بعد گفتگو رو شروع بکنیم. خوبه؟ عالیه. باشه، پس سوال نظرسنجیمون رو میبینیم و برمیگردیم گفتگو رو با محمد رضا گلزار آغاز میکنیم.
شما نقش آفرینی محمد رضا گلزار رو در کدوم یکی از این 4 تا فیلم بیشتر پسندیدید؟ یک شام آخر، دو بوتیک، 3 گل یخ، 4 آتش بس. عدد رو به 34055 ارسال کنید. الان محمد رضا میگفتن چقدر جدی شروع کردیم بحث رو. محمد رضا اینقدر جدی و عصبانی و چیز لبخند نمیزنه. نه من معمولا آدم جدی نیستم، ولی خب یه ذره سخته دیگه جلوی دوربین. حالا امیدوارم که رفته رفته بحثمون گرمتر و صمیمیتر هم بشود. محمد رضا اهل انتقاد هستی یا اینکه نه انتقاد نکنم ازت؟ نه من خواهش میکنم که انتقاد کنید، من اومدم که اینجا بالاخره انتقاد بکنید دیگه. انتقاد بکنم؟ بله لطفا این کار بکن. جدی؟ باش پس شروع میکنیم به انتقاد کردن. بسیاری از کارشناسان میگویند که محمد رضا گلزار فقط به خاطر قیافه قشنگش، تیپش، چهرش و ظاهرش و با تکیه به چشمهای سبزش وارد سینما شده و غیر از این چیز دیگری نبود. این چه سوالی آقای رشیدپور؟ شما روی هنرمندا رو نمیدونید مثل اینکه. من گفتم اگر که بخواید از این سوالا بکنید قبلا هم گفته بودم همینجا میگم. من عذرخواهی میکنم، ببخشید. خیلی حساسی روی ترسیدم به نظره، چون من میدونم محمد رضا چقدر انتقاد پذیره، نمیترسم. ولی اولش ترسیدین. اولش گفتم چه بلند شد. خب خوبه که آدم اینطوری انتقاد کنه از آدم، بعد اون وقت اصلا باید از هنرمندها انتقاد کرد یا نه؟ من احساس میکنم اگر انتقاد توش غرض ورزی نباشه هیچ اشکالی نداره. خیلی نکته خوبی گفتی، چون بعضی میگن انتقاد کارشناسی و غیر کارشناسی. منم دیشب همینو میگفتم، میگفتم بگیم انتقاد غرض ورزانه یا انتقاد غیر غرض ورزانه، چرا میگیم کارشناسی غیر کارشناسی؟ حالا برگردیم به سوالمون، اینی که محمد رضا گلزار با تیپ و چهره و قیافه و چشای سبز وارد دنیای سینما شده رو میرم دوباره میرم پا میشم میرم. این که بگن به خاطر حالا چهره یا فیزیک خاص وارد سینما شه، نظر شما اشکالی داره آقای رشیدپور؟ نظر شخصی منو بپرسی. نه نه، این که وارد سینما بشی اشکالی نداره، ولی شرط اصلی شرط ماندگاریه دیگه. من دارم تلاشم رو میکنم که تو این عرصه‌ای که تازه واردش شدم و هنوز خیلی راه دارم بتونم موندگار بشم. به محمد رضا الان دو تا نکته مهم میگی، یکی اینکه راه درازی پیش رو دارم، بله. یکی اینکه میخوام ماندگار بشم. دو تا حرف آرمانگرایانه. کسی که نگاهش به سینما اینه، حتی فیلم اولش هم هیچ چنگی به دل نمیزنه. اگه نگاه تو به سینما این بوده، فیلم اولت فیلم غیر مترقبه نیست، فیلمی نیست که اصلا بشه زیاد روش حساب کرد، چنگی به دل نمیزنه اینطوری بگم. فیلم اول برای منی که هیچ گونه اطلاعاتی از سینما نداشتم در بعد به ورود، من خیلی اتفاقی وارد این عرصه شدم توسط آقای قادری، و اینکه وقتی وارد شدم سعی کردم بر دانش و تجربه سینمایی اضافه کنم. اون کار اول بود دیگه، کما اینکه حرفتون رو نمیپذیرم. کار سامون نرگس رو شما میفرمایید، من سامون نرگس رو به عنوان کار اول دوست میدارم، ولی تلاش کار اول دوست می‌داریم. اون من هیچ گونه پیش زمینه هم سعی کردم، تلاش کردم. فکر می‌کنم کارنامه سینمایی منو بررسی کنید، یه روند رو به رشدی در اون خواهید دید. کما اینکه باز باید تلاش کنم و میدونم بالاخره ضعفایی هم تو کار من بوده و هست، جبران می‌کنم. شهامت این که بپذیریم به عنوان کسی که چهره ممتازی است در روی پرده سینما بگه که من قبول میکنم که اشتباهاتی کردم و باید جبران بکنم، این خودش خیلی جمله قشنگیه. اگر این روند رو به رشد محمد رضا گلزار رو بپذیریم که خودش میگه من روند رو به رشدی داشتم، محمد رضا گلزار همین اواخر هم اشتباهات کمی رو مرتکب نمیشه. فیلم هایی رو از محمد رضا گلزار روی پرده میبینیم که آدم میگه که آخه محمد رضا که میگه میخوام روند رو به رشد کنم، پس چی شد؟ ببینید آقای رشیدپور، فیلمی رو که قرار بازی کنی از ابتدا نمیدونی که چه اتفاقی قرار بیفته. وقتی نام کارگردان حرفه‌ای، کاستینگ همه حرفه‌ای و فیلم نامه پتانسیل این رو داره که اتفاق خوبی بیفته در اون فیلم، احساس بدی نسبت به نتیجه کار که نداری. حالا شرایط سینمایی ما هم که میدونید هیچ چیزی قابل پیش بینی و حدس نیست.
اگر که فیلم ضعیفی از آب در اومده گفتم دلایلش اینا بوده. اول کار یعنی تصورت این نبوده.